مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از اسرائیل خواسته است تا ظرف 12 ماه به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد. این قطعنامه با اکثریت آرا به تصویب رسید، اما با مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده مواجه شد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. در روز چهارشنبه 28 شهریور ماه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای را به تصویب رساند که از اسرائیل می‌خواهد ظرف 12 ماه به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از سال 1967 پایان دهد. این قطعنامه با 124 رأی موافق، 43 رأی ممتنع و 12 رأی مخالف به تصویب رسید. ایالات متحده و اسرائیل در میان مخالفان این قطعنامه بودند. این قطعنامه همچنین توقف شهرکسازی های اسرائیل، بازگرداندن زمین ها و اموال غصب شده و امکان بازگشت فلسطینیان آواره را مطالبه می کند. نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری که در ماه ژوئیه ارائه شد نیز بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین های فلسطینی تأکید کرده و خواهان خروج اسرائیل از این مناطق است. این قطعنامه با واکنش منفی اسرائیل مواجه شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این اقدام را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به خشونت توصیف کرد و هشدار داد که در صورت عملی شدن این قطعنامه، حکومت خودگردان فلسطینی دچار فروپاشی خواهد شد. در این حال، بسیاری از کشورهای جهان و گروه‌های حقوق بشری از این قطعنامه حمایت کرده و آن را گامی به سوی صلح و عدالت در فلسطین می‌دانند. مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که در صورت عدم اجرای این قطعنامه احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل وجود دارد. گردهمایی سالانه سازمان ملل که به زودی برگزار می‌شود، فرصتی خواهد بود تا رهبران جهان به ویژه بنیامین نتانیاهو و محمود عباس درباره این موضوع سخنرانی کنند. از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای لحمی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، چرا جامعه بین المللی در دهه‌های قبل جایزه صلح نوبل به نخست وزیران اسرائیل میداد، اما در عصر حاضر نخست وزیر اسرائیل در دادگاه بین المللی لاهه مورد تعقیب قرار میگیره و حالا هم سازمان ملل همچنین قطعنامه‌ای تصویب میکنه؟ بفرمایید. جناب آقای لحمی، خودم رو به شخصیت های مختلفی از قدیم الایام در زمینه های خاص که تا شد. برخی از نخست وزیران اسرائیل مثل آقای اسحاق رابین و شیمون پرس به خاطر تلاش هایی که برای ایجاد صلح با جامعه فلسطینیان و بقیه جوامع بین الملل داشتن، این جواز بهشون تعلق. اما در حال حاضر به دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی و به دلیل نقص حقوق بشر در ادامه جنگ که منجر به افزایش نگرانی‌های جهانی از باب اینکه بسیاری از غیرنظامیان چه در خاک اسرائیل چه در خاک فلسطین کشته شدند، نگرانی جهانی را افزایش داد و من باب این سازمان ملل برای اینکه بتونه صلح جهانی رو نسبت به این دو تا کشور بالا ببره و گسترش جنگ پایان بده، این بخشنامه رو و این قطعنامه رو نسبت به آقای نتانیاهو صادر کرد. تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.